سلام به همگی. امروز یه روز خیلی مهمیه. امروز بابک با تفسیر داره میاد. من قد در قرآن صحبت کردیم، به جای تفسیر گفتم تفسیر. بابک سلام. سلام، چطوری آرمین عزیز؟ خوبی؟ مرسی. این برای هرچنگایی باید اینجوری نگاه کنم به دوربین؟ نه، من هیچ وقت منم به دوربین هیچ وقت نگاه نمیکنم، من همیشه فقط به مانیتور نگاه میکنم. من بازم در خدمت شما با همدیگه هستیم، من و آرمین در کنار شما دوستان عزیز که قراره تو لایو چت الان حضور داشته باشید. بعد خوشحالم دیگه، حالا من چون هیچ وقت باز جلوی دوربین نبودم یه خورده بچه‌ها سختمه، یه خورده چیز کنید. من چقدر منتظر بودم که تو با تصویرت بیای، بالاخره اون روز رسید. من انقدر هی به بابک بهم این قول رو میداد، من گفتم نه دیگه، من هیچ وقت این اتفاق دیگه نمیافته، ولی بالاخره افتاد. بابک همه فکر میکردن فقط صداش خیلی سکسیه، الان دیگه میبینن که فقط صداش هم دیگه نیست. ولی خب خوبه، فکر کنم تعداد بیننده های برنامه‌مون بچه ها لطف نمیشه به صدای من. خیلی خوب صدای من لطف داشتن دیگه. به هر حال دیگه دوستان، از این بعد سعی میکنم که همیشه با تصویر اینجا باشم، مگر اینکه شرایط خاصی باشه، مشغولیت زیاد باشه و نتونه با تصویر بیام. بیا ببین میلادم. خیلی خوب بچه ها، اگه بخواییم بریم سراغ برنامه مون ببینیم. من لینک نذاشتم. آره لینک هم بذاریم که دوستان بیان بالا. بله من لینک رو گذاشتم تو لایو چت. ببینید خیلی ها میپرسن، هی میگن ما رو بیار بالا. خب اومدم بالا، کاری نداره، من قراره نیست. شما میزنید روی اون لینک توی که تو لایو چت گذاشتم، بعد این پایین منتظر میمونید، من میارمتون بالا. خیلی هم کار راحتیه. خب فعیل رو داشته باش. نه کجاش، اتفاقا قیافه بابک میخوره به موها رو ببندم که دیگه دارم شبیه پادشاهی خواهد بشم، مارکسیستا در نه این هم قیافه بابک، همون قیافه که تو تخت جمشید رو دیوار، همین قیافه بابک رو میبینین دیگه. چی داری میگی؟ دانیال همین الان اومد. من دو تا چیز میخواستم بگم، نگم الان، بگرم بالا. خلاف دانیال اول میاریم بالا، بعد من دو تا بحث داشتم امروز. دانیال سلام. سلام دانیال. سلام آقا آرمین و آقا بابک. خوب هستی؟ مرسی، بفرمایید. سلامت باشید. ما هستین راجع به چه موضوعی صحبت کنیم؟ من یکم زود مثل که اومدم بالا. میذاشتم یه صحبتی بکنین اول بعد. خب پس میخوایم همین چه باش با هم صحبت میکنیم. خب من دو تا موضوع میخواستم بگم. خب اول میریم سراغ موضوع اول. خب موضوع اول من میخواستم نقد بکنم. بابک تو بگو. نه خواستم ابتها کلا ببینم کار میکنه یا نمیکنه. کار کرد دیدی؟ خب الان من بگم. خب من میخواستم نقد بکنم از یک روش های، ما اینجا تبلیغ میکنیم از یک روش های برتر به دینی برای نتیجه گیری. خب یک روشی رو که من پیشنهاد کردم، خب که برای پیدا کردن این که چه چیزی اخلاقی هست و چه چیزی اخلاقی نیست، فایده‌گرایی یا سودمندگرایی. خب که سودمندگرایی یا فایده‌گرایی به عبارت دیگه یکی از نوعهای، حالا این فارسی رو نمیدونم چیه برای همین نمیگم، ولی یه روش خیلی بهتری هست از همه روشهایی که دیگه من مقایسه کردم برای اینکه ببینیم چی اخلاقیه چی اخلاقی نیست. خب ولی برای اینکه ما اینجا فقط یک طرفه نباشیم، بزرگترین نقد از این روشی که ما استفاده میکنیم برای اینکه ببینیم چی اخلاقی هست و چی اخلاقی نیستم، میخوام برای شما توضیح اونم بده. خب یعنی ما میخوام اینجا پروپاگاندا فقط نباشه که بگیم این روش ما همش خوب، یه نقدی هم بکنیم از اینکه بزرگترین مشکل روش فایده گرایی یا سودمند گرایی برای اینکه ببینیم چی خوب هست و چی بد هست، بزرگترین مشکلش چیه. خب بزرگترین مشکل من با یک مثال برای دیگه، حالا اینکه فایده گرایی چیه و سودمند گرایی چیه،
و مقایسهش با روشه دیگه، اونو هفته قبل ما این کار کردیم، الان فقط میخوام نقدش بکنم. خب کسایی که ندیدن، افشین داره زحمتش رو میکشه، این کلیپ ها جدا جدا میاد بیرون، میتونیم وقتی که هنوز این بیرون نیومده، وقتی اومد بیرون میتونیم شما اونو نگاه کنیم. ولی بزرگترین نقد از فایده گرایی برای پیدا کردن اینکه چه چیزی اخلاقی هست اینه، با یه مثال میگم. خب ببینین، فایده گرایی داره سعی میکنه که ببینه چه چیزی بیشترین سود رو برای جامعه و برای تعداد بیشتری از مردم داره و فایده رم از خوشحالی و لذت مردم اینجوری حساب میشه. خب یعنی خوشحالی و لذت هم اگه تو صحبت میکنیم، خیلی فکر میکنن آها یعنی چی، یعنی فقط مثلا بخوری و سکس و چیزای اینجوری هم... نه، همه چی، همه لذت، خانواده، عشق، کنجکاوی، محبت کردن، دیدن محبت، لذت از خدمت به جامعه، همه لذت ها. خب و هرچی این بیشتر بشه، هرچی اذیت و آزار و ناراحتی کمتر بشه و هر چیزی که باعث خوشحالی و آرامش و امنیت و رفاه بیشتر بشه، اینها خوب هستن و چیزی که باعث ناراحتی بشه بد هستن. خب مشکل پس به طور میانگینی اگه بخوای حساب کنی، نه فقط برای یک نفر، برای کل جامعه. حالا مشکل فایده گرایی اینه که میگن بعضیا، خیلی این نقدیه که خیلی ها کرده، این معروف ترین نقد علیه فایده گرایی اینه. مثلا این مثال رو در نظر بگیریم، بر اساس این روش نتیجه گیری که چی خوب هست و چی بده، اگه ما یک جامعه رو فرض کنیم که مثلا یه نفر یک اژدهایی یا یک جنی یا یک چیزی، اینو داریم فرضیه میگیم، بیاد بگه که این جامعه رو ما میتونیم یه آرزو رو برایش، یه آرزو همه شما دارید، من این جامعه رو بهترین جامعه میکنم، خب و همه رو به شدت تو این جامعه خوشحال خواهند، من یه کاری میکنم، یه جن یا یه اژدهای مثلا جینی چیزی، این آرزو رو مثلا برای شما میتونه برآورده کنه که تو این جامعه همه خوشحال خواهند. ولی یک هزینه داره و این هزینهش اینه که یک بچه از تو این جامعه رو من برمیدارم و هر روز اینو شکنجه میدم و این بچه شکنجه میده و اذیت آزارش میدم، ولی همه بقیه هیچ وقت دیگه ناراحتی احساس نمیکنن، همه خوشحال خواهند بود، همه زندگیشون رفاه خواهد داشت، همه هر چی که بخوان گیرتون میاد، این جامعه خیلی مرفه و خوبی خواهد بود. خب ولی این بچه رو ما هر روز تا ابد همینجوری شکنجه میدیم. خب بر اساس فایده گرایی ما باید بگیم باشه بریم. خب برای اینکه مقدار خوشحالی که یک جامعه میبینه نسبت به زجر و آزاری که این بچه میبینه بسیار زیادتره و ما میتونیم این بچه رو فدای خوشحالی جامعه بکنیم. و بعضیا میگن که خب پس نگاه کنید، فایده گرایی و سودمندگرایی روش خوبی برای پیدا کردن اخلاق خوب نیست، برای اینکه با این روش همچین نتیجه ای ما میگیریم. خب برای همین بعضیا اومدن سعی کردن فایده گرایی و سودمندگرایی رو یه مقدار عوض کنن، بگن که باید یک نوع خاصی از فایده گرایی رو ما در نظر بگیریم، نوع خاصش این باشه که همیشه هر چیزی خوبه که باعث خوشحالی بیشتر مردم بشه، ولی یک سری چیزهای خاصی رو هیچ وقت اونا رو انجام نمیدیم. یعنی یه سری چیزهای هستن که انقدر بد هستن که هر چقدر باعث خوشحالی بشه، هر چقدر محاسبه بکنیم که تو مقدار خوشحالیش زیاده، اون کارا رو انجام نمیدیم. به عبارت دیگه یک روش مثلا فایده گرایی با یه ذره اضافه کردن اصول گرایی توش. خب یه مقدار اصول گرایی رو اضافه میکنن، از اون مرز رد نمیشیم، بعد از اون دیگه فایده گرایی. ولی چیزی که من میگم اینه، من به نظرم این به طور نظر شخصی منه، خب اینو من از کسی نمیگم، تا اینجا همه رو از بقیه گفتم، ولی اینجا نظر شخصی خودم رو میگم. من فکر میکنم فایده گرایی لازم نیست عوض بشه که اینو ما بتونیم حل بکنیم. خب برای اینکه جوابی که چرا فایده گرایی مشکلی به وجود نمیاره توی همچین شرایطی، تو همون نتیجه پرسیدن این سوال هست به نظر من. خب چون شما اکثر موقع ها وقتی که میخواین از فایده گرایی نقد بکنید، این مثال رو میارین که مردم شوکشن، که بگن ای پس این چه جوابیه. خب و چون مردم شوکه میشن، معنیش اینه که اذیت ها آزاری که ما به عنوان یک جامعه میبینیم، از اینکه اجازه بدیم که یک بچه اینجوری شکنجه ببینه، انقدر زیاد هست که با خود همون محاسبات فایده گرایی
ما مانع یک همچین چیزی میشیم. خب یعنی ما هدفمون کم کردن اذیت و آزاره و ما میدونیم که انسان یک موجودیه خب که به طور میانگین یک همچین هزینه رو حاضر نیست بده که یک که ما باعث ما از نظر روانی حاضر نیستیم یک همچین هزینه رو بدیم که به خاطر خوشحالی خودم یک بچه رو شکنجه بدیم. برای همین تو خود محاسبات فایده گرایی اکثر انسان‌ها جوری درست شدن که ما این یعنی چون می‌خوایم هزینه اذیت و آزار رو کم کنیم این هزینه رو حاضر نیستیم بدیم و ترجیح میدیم که مقدار سختی بکشیم که ما خودمون به طور شخص باعث یک دادن همچین هزینه ای نشیم. یعنی من به نظرم هیچ تنظیمی نسبت به فایده گرایی برای حل این موضوع وجود نداره. من حرفم در این موضوع تموم شد. من یه چیز دیگه هم بعدن درباره نیچه می‌خواستم بگم ولی اونم می‌ذارم یه روز دیگه که بقیه هم الان میتونن صحبت کنن. بابک نظر تو چیه؟ بابک صدا نداره. بابک صدات هست؟ میوتی. خودت آن میوت کن. آره من دیگه قاطی می‌کنم دیگه الان تصویرم قاطی باشه. این برای داشته باشم. دیگه قاطی کردم دیگه نیست. بگو. عرض کنم که نه باهات کاملا موافقم و این نکته یاسرم به نظر من خوبه که میگه عذاب وجدان جمعی باعث میشه هزینه بیشتر از فایده لذت بخش بشه. دقیقا یاسر به طور خیلی خوبی اینو همه حرفای منو تو یه جمله خلاصه کرد. دقیقا آفره. به نوعی حرف هر دو مونه. دانیال بفرما شما نظرت چیه؟ به نظر منم حالا من میخواستم راجع یک موضوع دیگه صحبت کنم ولی خب این بحثی که میفرمایید آره خب میشه از این نظرم به این از این منظرم به این قضیه نگاه کردش و خب ما خیلی جا هسته که نه به حساب نیازی بوده دین باشه نه قانون خاصی بوده نه چیزی ولی انسان ها یاد گرفتن کجا برای همدیگه فداکاری کنن کجا به حساب یه سری اخلاقیات بزنن که به نفع خودشون و اجتماعی که توشون زندگی میکنه باشه و اینجور چیزا یه جورایی فکر من داشت میچرخید.